آیا این چیزی که شما دارید سعی میکنید بهش اشاره بکنید همون چیزیه که ما بهش میگیم همه چیز؟ نه، میگم آقا مجازی تو خالیه، واقعی تو پره. خوابی که ما میبینیم وجود داره، اون بازی کامپیوتری وجود داره. شما نمیتونیم وجود داشته باشیم، وجودی نمیتونیم داشته باشیم. الان پس من خلاصه میگم، شما نفیش کنی یا با هم قبول کنی یا نکنی، پس این شیء اول حتما باید واحد باشد، چون واحده هیچ مرز و حدی رو نمیتونه قبول کنه، چون اجزای آخر نداره که او رو محدود یا به یه شکلی در بیاره، پس احد میشه، پس تنها موجود این عالم اوه، یعنی تنها موجود این دنیا اون شیء واحده و از صمد هم هست، یعنی توش هم پره، پس تمام موجودات دیگه غیر از او هیچ راهی وجود نداره که وجود داشته باشن مگه در خیال او. پس اگر او خیال میکنه و داره فکر میکنه به ما، پس هوش هم داره. آیا این چیزی که شما دارید سعی میکنید بهش اشاره بکنید همون چیزیه که ما بهش میگیم همه چیز؟ همه چیز، بله، میشه گفت بهش همه چیز، درسته. اوکی اوکی، خب پس ما به این میگیم همه چیز، یعنی ببین به غیر از اون چیزی وجود نداره. ببین به غیر از اون چیزی وجود ندارد. خب ما یه کلمه برای این داریم، ما به این میگیم همه چیز. خب شما بهش میگید خدا، ما یه کلمه، ما تعریف این چیزی که شما، من قبول این چیزی که شما میگید وجود داره رو، خب حالا یه ویژگیای الان بهش فرض کردی که اونو هنوز قبول ندارم، ولی این چیزی رو که شما دارید سعی میکنید به ما نشون بده که وجود داره، ما از قبل قبول داشتیم که وجود داره، فقط شما بخواید بهش بگید خدا، ما بهش میگیم همه چیز. حالا باش، پس این وجود داره. حالا اوکی، خب حالا این همه چیز، من قبول دارم که هوش، خب یه قسمتی از این همه چیز هست. چرا؟ چون همه چیز ما هم توشیم دیگه، چون ما هم توشیم و ما هم هوش داریم و ذهن داریم، توی این همه چیز هوش وجود داره. ولی حالا شما یه چیزی، پس اون قسمتش هم من قبول دارم، ولی یه چیزی اضافه کردید که یه هوش دیگه هم اینجا اضافه کردید که من نمیدونم اون از کجا اومده. پس من قبول دارم که همه چیز وجود داره، شما بهش میگین خدا، من بهش میگم همه چیز. من همزمان قبول دارم که توی این همه چیز هوش وجود داره، میگم شما اینو قبول دارید، منم اینو قبول دارم، ولی یک هوش دیگه ای اضافه کردید اینجا که هوشی که ما هستیم رو خیال میکنه. اون مرحله که به این رسیدین رو من هنوز نفهمیدم، این از کجا اومد؟ چون اینو انداختید اون تو، میاد میگه خب لازمه، چون این همه چیز هست، برای اینکه ما بتونیم باشیم باید یه هوشی باشه که داره ما رو تصور میکنه. اینو گفتین ولی دلیلش رو من نشنیدم که چرا یه همچیزی باید باشه. دلیلش چیه؟ گفتم دلیلش رو ثابت میکنم. آها اوکی، گفتم اینو میگم، دلیلش رو در آزمایشگاه علمی ما ثابت میکنم. عالی، یعنی با علم ما اینو ثابت میکنیم که ببین اینو باید بپذیریم، یعنی از اینجا به بعد ما یه فرضیه ای به قول خودت گفتیم، آقا فرضیه است دیگه، فرضیه ای رو گفتیم، بعد مثل حل کردن یه مسئله است. یه برنامه ای داشتی جالب بود در مورد به حضور شما هست که روش علمی چیه و نمیدونم روش حل مسئله چیه و اینها، خب اونو داشتی که روش علمی همینه دیگه، یعنی شما یه فرضیه ای رو به کار میبری، بعد این فرضیه بعد ابطال پذیر باشه تا هر کسی دیگه هم بتونه اونو بره بررسی کنه. یعنی صحبت های کردیم، ما علمی صحبت داریم. بنابراین از نظر علم من یک فرضیه ای مطرح کردم و گفتم آقا این شیء اولی که من گفتم احد واحد صمد و این همش هم دلایل قرآنی، حالا تر خواستی بهت میگم، حالا لزومی هم الان نداره که در ما صحبت کنیم، ولی حالا میخوام اینو ثابت بکنیم که آقا اگر این حرف درست باشه و تمام موجودیتی که در این دنیا هست اون شیء اول باشه، ما باید مجازی باشیم، شما نمیتونیم وجود داشته باشیم، وجودی نمیتونیم داشته باشیم. حالا آیا ما مجازی هستیم؟ چرا؟ حالا برای اینکه بگیم ما مجازی هستیم، من میخوام دلیل بیارم. آها اوکی اوکی، خب شما پس میاد میگی که ما باید مجازی باشیم. خب منظورتون از مجازی، ما باید مجازی باشیم چیه؟ این مجازی بودن از دیدگاه، یعنی وجود نداریم، ما تو خالی هستیم، ما مثل خوابیم، مثل همون موجوداتی که تو خوابت میبینی، تو خوابت یه چیزایی رو میبینی، تو خوابت یه چیزایی رو میبینی، اون چیزایی که میبینی واقعیت بود که ندارن ده. یه تعریفن، مثل برنامه که تو کامپیوتر داره مثلا روی مانیتورش پخش میشه، وجود که نداره. مثلا فرض کن یه دونه بازی داره. که بازی کامپیوتر، آخه اونا وجود دارن. فکر کنم منظورتون از مجازی بهتر توضیح بدین، خوابی که ما میبینیم
وجود داره، اون بازی کامپیوتری وجود داره. شما فکر کنم شکل وجودشو داری دربارش صحبت میکنی، نه که وجود نداره. بالاخره بازی کامپیوتریه که یه جا هست، یه صفر و یکی هست. خب بله بله، خیال دیگه. ببین همون خیال است، خیال توئه که وجود داره. اون موجودات رو خیال تو درست کرده. اون تو خالی ان، اون موجوداتی که شما داری میگی یک تعریف ان. خود اون موجودات به مستقل نیستن، بر اساس مثلا اون یک بازی کامپیوتری، بازی کامپیوتری خودش که وجود نداره. اون تعاریف ان که اونو درست میکنن، اون خودش وجود مستقلی نداره، اون تعاریف به اون شکل میدن. خب ببینید، این تو خالی بودن رو باید بیشتر برای من توضیح بدید. خب چون که بالاخره یک کاراکتری که مثلا توی بازی کامپیوتری داری ببینید، خب یک کاراکتری است، یه نرم افزاری وجود داره، یه اتفاقاتی داره میفته تو ذهن. وقتی ما هم خواب میبینیم، ببینید من یک پلنگ رو وقتی تو خارج از خواب میبینم، خب اون پلنگه، اون چیزی که من تو ذهنم میبینم با اون چیزی که به طور عینی وجود داره که یکی نیست. بالاخره من توی زندگی واقعیم که یه پلنگو میبینم، این برداشت ذهن من از انعکاس صدا و اون شیء هست که وجود داره که دارم تو پلنگو تو فضا خارج از خوابم میبینمه. خب یعنی اون رنگ زردش، اون صداه، اونا فقط یه سری امواجین، ولی اون چیزی که من در نهایت میبینم یه بازتابی هست از یه واقعیت عینی. خود اون واقعیت عینیه نیست. وقتی هم دارم خواب میبینم، اگه یه پلنگی رو من تو خوابم ببینم، ذهن بالاخره یک اطلاعاتی توی مغز من، یه نورون‌هایی داره فایر میشه، روشن و خاموش میشه، یه سیناپسایی داره روشن و خاموش میشه. اون پلنگی هم که من تو ذهن تو خوابم دارم میبینم، اون پلنگی یه واقعیتی داره. خب در یه اتفاقی داره میفته که تبدیل میشه به اون پلنگ توی ذهن من توی خوابم. خب حالا وقتی شما میگید اون پلنگ توی ذهن من، من قبول دارم که این دوتا با هم یکی نیستن، فرق دارن. من برای اینکه بفهمم شما منظورتون از مجازی بودن چیه، چه فرقی رو یعنی دقیقاً بیان دقیق اشاره بکنید، کدوم فرق بین چند کیلوه اون پلنگ چند کیلوه. اوکی خب پس باید وزن داشته باشه، وزنش مهمه. اگه چیزی وزن نداشته باشه شما خالیه دیگه. ببین من میگم تو خالی یعنی وزن نداره، جرم نداره. البته وزن داره، جرم داره، وزن جرمش کمتره. بالاخره اون پلنگی که من تو خوابم دارم میبینم، اون الکترون‌هایی که تو سیناپس من داره تکون میخوره که اون پلنگو ببینم، اونا جرم داره، اونا وزن داره. وزنش خیلی کمتره، ولی وزن که داره. ببین من دارم در مورد پلنگه صحبت میکنم، تصویر. خب اون تصور، نه اون شما دو تا موضوع رو داری با هم قاطی میکنی. یکی کسی که داره اون پلنگو فکر بهش میکنه، بله. شما میگی اون کسی که داره به اون پلنگ فکر میکنه دارای وزنه، دارای نمیدونم مغزه، دارای فعالیته، دارای فلان. ولی اون پلنگه که شما داری تصورش میکنی یه تعریفه. وقتی شما روی صفحه کامپیوتر داری یه شکل مار رو تصویر میکنی که میرین، روشن خاموش شدن پیکسل های روی مانیتوره. درسته. اونجا چیزی وجود نداره به نام مار. ماری وجود نداره. تو فکر میکنی ماره. آخه داوود جان، وقتی که ما تو زندگی خارج از خواب، من وقتی یه پلنگی داره میبینیم، اون چیزی رو که ذهن شما برداشت میکنه با اون چیز عینی که اون پلنگ هست خیلی فرق داره. خب اون کوالیایی که ذهن شما از رنگ زرد اون موی پلنگ هست، خب تو دنیای عینی که همچون برداشتی از رنگ زرد وجود نداره، اون فقط یک طول موجه. این ذهن انسانه که رنگ زرد رو اونجوری برداشت میکنه. خب اون پلنگ عینی، یعنی اون چیزی که ذهن شما داره تصور میکنه از یه پلنگ، اون هم فقط یه تصوره، با خود پلنگ فرق میکنه. قبول داری اینو؟ بله 100%. حرفت هم بسیار حرف خوبیه. یعنی ما ابعاد مختلفی تو این دنیا داریم. ببین همینی که تو داری میگی، یعنی همین تصوری که ما از دنیا داریم، این تصور از دنیا، ما دنیا رو که واقعا نمیبینیم هیچ وقت، ما زندانی ذهنمونیم. ذهن ماست که این تصاویر رو درست میکنه، به ما نشون میده. ما هرگز نمیتونیم بفهمیم که واقعا این پلنگه همینی که داریم میبینیم، همین تصویری تو ذهن ما بر خودمون درست کرد. این یه بوده، یعنی اون بودی که بیرون. ببین یک بود از این مجازی بودن همین دنیایی که ما از بیرون برای خود در بیداری برای خودمون ساختیم. یک بود دیگه اینه که خیلی خوب، حالا تو این ذهنی که از بیداریم و داریم از بیرون برای خودمون درست بکنیم، یه بارم میره به خواب، یه بارم ممکنه تو خواب ببینی که داری خواب میبینی. یعنی همینجوری این لایه ها، هر چقدر که تو این لایه ها فروتر میری، هر چقدر که تو این لایه ها داری فروتر میری، اینا بیشتر تعریفی میشن و از تعاریفشون، یعنی به اصطلاح آبکی‌تر میشه.
داوود جان پس ببینید پلنگه شما میگید یه جرمی داره، یه وزنی داره، فرق داره با اون پلنگی که ما تو خوابمون داره میبینیم. خب حالا من چی؟ آره اون سطحش پایین‌تره. آره درست. باشه. حالا من شخص آرمین نوابی، خب آیا من بیشتر شبیه اون پلنگی هستم که شما توی میبینی خب خارج از خواب، یا اون پلنگی هست که شما تو خواب میبینی؟ من آرمین نوابی کدوم یک شبیه کدوم یکی از اون هست؟ شما الان یه بود بالاتر از اون پلنگی هستی که من تو خوابم میبینم. آه خب پس شما اگه میگی که پس شما گفتی که پلنگی رو که من تو خوابم میبینم مجازیه، ولی خب این پلنگی که خارج از خوابم میبینم میگی غیر مجازیه، درسته؟ یعنی یه بود بالاتر. نه اونم مجازیه. نه اصلا دنیا گفتم مجازیه دیگه، دنیا مجازیه. ببین آقا اینو من نمیگم که، ببین ماکس پلانک میگه. چرا شما خود یه لحظه اذیت میکنید؟ ماکس پلانک میگه آقا آخه داوود جان معیار شما با معیار بقیه به نظر فرق میکنه. شما اومدی برای اینکه نشون بدی به من مجازی چی هست، خب اومدی اون کاراکترهایی که توی بازی کامپیوتری هستن رو و اون کاراکترهایی که ما تو خوابمون میبینیم رو جدا کردی از کاراکترهایی رو که خارج از خواب و خارج از دنیای مجازی میبینیم، برای اینکه نشون بدی فرق. من مثال زدم، چیزی رو خارج نکردم. خب من مثال، شما از من سوال کردی، من مثال زدم. باشه پس اگه همه، پس شما الان دارید میگه همه اینا مجازیه، پس اون چیزی، پس اینا تفکیکشون شما برای اینکه نشون بدی مجازی یا غیر مجازی فرقش چیه، چیزی رو که مثال زدید مجازی رو از غیر مجازی جدا نمیکنه. غیر مجازی فقط شی اوله. آرمین جان ببین مجازی فقط شی اوله. باشه غیر مجازی فقط شی اوله. اینو فهمیدم، باور کنید اینو از همون اولش فهمیدم که داری چی میگید. خب من ویژگی، من سوالم اینه اگه اجازه بدید سوالم میفهمم، ویژگی یک چیزی رو غیر مجازی میکنه چیه؟ من برای اینکه بفهمم منظور شما از مجازی چیه، ویژگی که یک چیزی رو غیر مجازی میکنه چیه؟ یعنی واقعیه، تو پره. یعنی چی؟ خب واقعیه توش پره. خب واقعیه یعنی تو پر، یعنی سمده. اون چیزی که حقیقت واقعیت دارد و مجازی نیست. به این آقا تو از من سوال داری میکنی، چه چیزی مجازی چه چیزی واقعی؟ خب از من سوالت اینه دیگه. من میگم آقا مجازی تو خالیه، واقعی تو پره. دیگه چی بگم؟ ویژگی که یک چیز رو واقعی میکنه و یک چیز رو غیر واقعی میکنه، اون چه ویژگیه که به ما نشون میده این واقعی این غیر واقعی؟ از کجا میگم تو پر و تو خالی دیگه، چیکار کنم؟ چی بگم؟ تو پر چیکار کنم الان؟ میگه تو پر، پر از چیه؟ پر از واقعیته؟ پر از چی؟ پر از خودشه. نه من که گفتم که بابا از این، خب اگه شما درست متوجه شده باشی مثلا حرف اول متوجه نشی، شی اول شی واحده. یعنی مثلا تصور بکن یک چیزی رو شما تصور کن، تصورش البته سخته، ما نمیتونیم یه چیزی رو تصور کنیم که جزء نداره، خیلی سخته تصور. حالا مثلا فرض میکنیم برای اینکه تقریب بشه، نمیخوام بری تو مسئله من، تو پر بودن یعنی مثلا یه چیزی مثل سرب تمامش تو پره، یعنی هیچ خلل و فرجی نداره. آخه یه مقدار دایره وار شد داوود جان، میدونی چرا؟ نه شما داری دایره درست میکنی، شما مخصوصا داری دایره درست میکنی. شما از اول سوال کن من جواب میدم. ببینید شما میگیم که یه چیزی که شی اوله، خب اون توپره. توپر چیه؟ توپره. خب توپر یعنی چی؟ یا واقعی یعنی چی؟ یعنی واحد. توپر یعنی واحد. خب دیدید چرا دایره وار شد؟ واحد. چرا؟ خب ببینید شما میگید یه چیزی چون واحده، خب آره واقعیت داره. حالا واقعیت داشته یعنی چی؟ یعنی واحد بودن. نه عزیزم، نه قربونت برم دارم، منو نپیچ، منو که نمیتونی شما بپیچونی. آقا اصلا شیء واحد توپره، اصلا شیء واحد توپره. باشه خب پس این دایره وار ببینیم. من سعی آقا اصلا خصوصیت یک شیء واحد اونه که توپر باشه. خب پس اگه داوود جان ببینید من آدم نفهمیم، من بیشعورم، من چون نمیفهمم دارم از شما سوال میکنم، من سعی نمیکنم شما رو بفهمم. من چون از شما ذهنم خیلی قدرتش کمتره، من خودم تو خودم پیچوندم، دارم سعی میکنم از این پیچش در بیارم، شما به من کمک کنید لطفا. خب شما میگی که یک شی واحد خصوصیتش اینه که تو پره، یعنی سوراخ نمیشه. اوکی شیء واحد سوراخ نمیشه. ببین یک چیزی سوراخ یه بعدیدم گوش کن دارم میگم دیگه، گوش کن یه ذره. ببین یه شیء واحد از اجزا درست نشده که، وقتی از اجزا درست نشده خرد نمیشه.
داوود جان این مفاهیم یه مقدار معنیش شما داری میگی که لزومن، یعنی تعریفی که داری میکنی از یک چیز واحد، خب همون میخوای بیای نشون بدی که یه چیز واحده لزومن این چیزی که شما میگید، بعد من میگم چرا، میگه خب قسمتی از تعریفشه. خب پس شما دارید یه ادعا رو تکرار میکنید به جای اینکه بیاد به من نشون بدید. من غلط کردم، من اشتباه، من آقا غلط کردم، من کی این کارو کردم؟ من آقایون شما بیاین قضاوت کنید کساری که تو این پنل هستن. من میگم آقا یک شیء واحدو نمیشه سوراخ کرد. یعنی چی نمیشه سوراخ کرد؟ یعنی چی نمیشه یه شیء واحد؟ چون واحده از اجزا درست نشده، من که از اول گفتم. خیلی خوب. Yeah.